انا لله و انا الیه راجعون. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی داغدار شد. به نام خدا و با عرض سلام به کانال ادلارسانی ما خوش آمدین. مشروع خبرها: یک عضو جبهه مقاومت در درگیری متقابل در پنجشیر کشته شدند. روزنامه اطلاعات روز می‌نویسد 4 طالب یا یک عضو جبهه مقاومت در درگیری متقابل در پنجشیر کشته شدند. منابع محلی در ولایت پنجشیر میگن که در پی درگیری میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان در ولسوالی پریان این ولایت 4 طالب و یک عضو جبهه مقاومت ملی کشته و 6 طالب دیگر زخمی شدند. منابع همچنین گفتند که این درگیری تا امروز پنجشنبه 24 قوس هنگامی صورت گرفته است. افراد جبهه مقاومت مربوط به قرارگاه کوهسار یک عدد تندور و مقدار مواد غذایی را به قرارگاهشان انتقال میدادند. با گفته منابع طالبان متوجه این افراد شده و به تعقیب آنان پرداختند، اما در امتداد دره سارخشال با کمین نیروهای اجمالاتی از جبهه مقاومت مواجه شدند و سپس درگیری میان دو طرف آغاز شده است. منابع افزودند که طالبان زخمی هایشان را به کلینیک دشت ریوت انتقال داده و با گفته منابع در میان زخمیان طالبان وضعیت صحی شماری از آنان وخیم بوده که برای درمان به مرکز ولایت منتقل شده است. منابع در ادامه علاوه کردند که درگیری پایان یافته و دو طرف به مواضعشان برگشتند. طالبان و جبهه مقاومت تاکنون در این باره به صورت رسمی چیزی نگفتند. این در حالی است که ولایت پنجشیر در طی بیش از یک سال گذشته کانون درگیری میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود بوده است، اما در هفته های اخیر به دلیل سردی هوا درگیری میان دو طرف کاهش یافته بود. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. اوقات خوش داشته باشین. برای حمایت بیشتر لایک، سابسکرایب و کامنت نموده تا از جدیدترین و بروزترین ویدیوهای ما با خبر شوید.